مانند بسیاری از نقاط مجارستان در این شهر فابریکه ها برای چندین دهه مسدود شده مردم محل میگویند کسانی که کار میکنند برایشان پول کم پرداخت می شود بسیاری از مردم می گویند که آنها رأی رد خواهند داد زیرا نمی مهاجرین وارد شوند من به طور قطعی رای می دهم زیرا نگران مشاغل خانواده و زندگی خود هستیم مقامات دولت مجارستان استدلال میکنند که اتحادیه اروپایی حق تعمیل پالیسی ملی پاناجویان را در کشورشان ندارد آنان می گویند که اگر مردم مجارستان در این مورد رای دهند می گویند این عملشان یک پیام را به بروکسل می فرستد We don't need ما در این کشور به مهاجران نیاز نداریم آنچه که شما در اروپا می بینید یک تفاوت کلی در سطح بنیادی وجود دارد که آیا چیز خوب است و یا خیر صدر اعظم مجارستان نظریات خود را پس از رای گیری در یک همه پرسی در مورد این موضوع ابراز داشت. فکر می کنم مردم هنگری از خطرات آن آگاهند و شما می دانید که این چیز مهم است. زیرا این مسئله اراده دولت نیست. در مورد اهداف پارلمان نیست بلکه اراده و صدای مردم است. مخالفت ها اندک لیکن پر سر و صدا اند. فالین از حزب تی تی دی می گویند که دولت از نگرانی در مورد پناجویان برای بدست آوردن قدرت استفاده می کند. هدف اصلی این کمپاین این است که توجه را از عملکرد جدی آن دور سازد زیرا قبل از این کمپاین نگران کننده در قسمت حمایت از جویان دولت محبوبیت خود را از دست داده بود تحلیلگران میگویند که اگر کمتر از 50 درصد رای دهندگان به پای صندوق های رای بروند نتایج انتخابات باطل خواهد بود و به طور فزاینده قدرت سیاستمداران جناه راست در اروپا و حزب حاکم فیدس در مجارستان را تثبیت خواهد کرد احزاب عمده مثل فیتس اجندای احزاب افراطی راستگرا را می گیرند. من آن را واقعا نگران کننده می دانم زیرا که پس از ما واقعا پشتبانی بسیار بزرگتر و گسترده تری برای سیاست افراطی در جامعه می داشته باشد. و در یک تجمع به حمایت از پناجویان در شام جمعه برخی از مردم محل می گویند که همه پرسی عملی و یا بنیادی باشد یا نباشد مجارستان تقریبا هیچ پناهنده ندارد و هرگز نیاز به حتی حداقل اجرای فرمان اتحادیه اروپایی نخواهد داشت زیرا پناهجویان خواهند تا در اینجا باقی بمانند لینا روز تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن